و یاد ما نره که کاردستی هم داریم مثل همه چهارشنبه ها. پس یک آیتم البته باید تا آخر برنامه با ما باشه. بله. یه آیتم با هم دیگه درباره ولایت معلومات جمع میکنیم و دو آیتم دیگه با هم دیگه کاردستی رو میسازیم. بله. ولی دو آیتم اول میخوایم که همین آیتم یک سفر یک چکر پیش ببریم و درباره ولایت لوگر بر دوستای عزیز ما معلومات بدیم و آیتم بعدی را کاردستی درست میکنیم. دقیقاً. بس بریم با هم دیگه درباره ولایت لوگری که غزل جون برامون نام برد بریم معلومات جمع بکنیم و ببینیم که ولایت لوگر چگونه یک ولایتی هست. بله، پس با نام و یاد خدا شروع میکنیم. بله. ولایت لوگر. ولایت لوگر یکی از ولایت‌های افغانستان است که مرکزی ولایت شهر پل علم هم میباشه. بله، و نام لوگر از کلمه لوگوهر به نام دروگر گرفته شده، یعنی معنیش دروگر می باشد. و دروگر هم که می دانیم مثلا همی که درو می کنیم و دروگر می یعنی شخصی که درو می کنه. و همچنان در قدیم ولایت لوگر به نام سکاون یا سجاون هم یاد می شد. بله، پس به غیر از همین نام ولایت لوگر نام های دیگه هم داشته. بله. مثل لوگوهر و سکاون و یا سجاون. بله، که البته دو تا نامی که غزل جون من گفتن در قدیم یاد می شده. بله، و همچنین ولایت لوگر قدیم به نام لوگر هم یاد می شده. و یک گپ دیگه که درباره ولایت لوگر باید بگیم، تا سال 1343 هجری شمسی یکی از می تونیم بگیم با ولایت کابل یک جای بوده، ولی بعد از همین سال 1343 و یا همین از سال 1343 کاملا با عنوان یک ولایت جداگانه حساب شده. بله، یعنی یک منطقه بوده که بله. مربوط شهر کابل می شده که اگر حساب کنیم 1343 تقریبا 56 سال قبل بوده. یه اتفاق افتاده بوده اما در همون سال بوده که این ولایت جدا شد. بله، پس حدود 53 سال تقریبا 56. میشه. بله، 56 سال که ولایت لوگر کاملا یک ولایت جداگانه مستقل شده. بله. بریم با هم دیگه بفهمیم که با چه ولایاتی همسرحد است. بله. که ولایت لوگر در شمال با کابل، در جنوب با پکتیا، در شرق با ننگرهار و در غرب با ولایت میدانوردک و غزنی همسرحد است. بله، پس همسایه‌ای بسیار خوبی داره. بله. و بریم طرف مساحت ولایت لوگر. ولایت لوگر حدود 456800 کیلومتر مربع مساحت داره. بله. اقوامی که داخل ولایت لوگر زندگی میکنن اقوام محترم پشتون، تاجیک و هزاره میباشن. بله. خب درباره موقعیت جغرافیاییش در موردش معلومات جمع کردیم و چه نام‌هایی داره. حالا بریم طرف ولسوالی های ولایت لوگر. بله. که در کل ولایت لوگر 6 ولسوالی داره که مرکزش هم اول براتون گفتیم که پل علم میباشه. بله، و به غیر از پل علم 6 تا ولسوالی دیگه داره که شامل محمدآقا، سر، خرواره، برکی برک، خوشی و ازرم می باشه. بله، دوست نازنینم در ولایت لوگر بندهای آب هم وجود داره که از جمله 3 بند آب وجود داره به نام های خروار، آبتک و کرومبی میشه که به این نام ها یاد می شود. بله، پس با وجودی که آب بندهای زیادی داره میتونیم بگیم که کاملا یک ولایت بسیار زیبا هم پس می باشه، چون وقتی که ما در یک جای آب بسیار باشه همچنین زراعت هم هست و اونجا سرسبزی هم زیاد می باشه. بله، پس در صورت اگر بخوایم ما بسنجیم در ولایت لوگر بیشتر پوشنده‌هاش از طریق همین زراعت بتونن اقتصاد خود تامین بسازن یا مصروف کارهای زراعتی هستن. بله، و حالا بریم طرف فرهنگ ولایت لوگر، فرهنگ بله. مردم ولایت لوگر. دقیقاً. میگیم که یک مجلس مشاوره سالانه در ولایت برگزار میشه که به غیر از نویسندگان و شاعران ولایت کابل از هر منطقه و از هر ولایت در ولایت لوگر جمع میشن تا که میتونیم بگیم یک مجلس مشاوره رو با هم دیگه راه اندازی میکنن. بله، البته با این فعالیت های فرهنگی که دارن اما زیاد توسعه پیدا نکردن. بله. یا زیاد پیشرفت نکردن در عرصه فعالیت های ادبی و فرهنگی. بله. اما یکی دو نهاد فرهنگی هم در ولایت فعال هست، یعنی ولایت لوگر، که از جمله رادیوهای هم در ولایت لوگر موجود هست که برنامه های ادبی را میتونن به مردم به نشر برسن. بله، و به غیر از کارهایی که ولایت لوگر انجام میده شامل کارهای فرهنگیش که بگیم یک جریده نیست به چاپ میرسه و کورس‌های خطاطی، صنایع دستی مردم ولایت لوگر البته بگیم انجام بله. میدن. کورس‌های خطاطی، کورس‌های صنایع دستی، رسامی و کورس‌های دیگه برای خانم‌ها و زن‌های ولایت لوگر درست شده. بله، پس انشاءالله بتونن از طریق همین کورس‌ها و مؤسساتی که غزل جان برامو گفتن بتونن که همون پیشرفتی که می‌خواین بکنن حتما بتونن به او برسن و با موفقیتی که در ذهنشون هست بتونن به او دست پیدا بکنن. بله، و یه گپ دیگه که از یاد ما نره درباره ولایت لوگر بگیم، ولایت لوگر یکی از منطقه‌های تاریخی است که پر از آثار تاریخی و باستانی میباشه. بله، اما متاسفانه ایره باید بگیم که در دهه اخیر باعث شده که یک سری آثار باستانی که وجود داره و حتی بعضی از مناطق تاریخی باعث شده که حتی غصب شون یا بعضیشون آسیب ببینن.
بله، ولی از اون قسمتی که گفتیم بیشتریشان خراب شده، با اون وجود هم ولایت لوگر یکی از قدیمی ترین ولایت های افغانستان به حساب می آید. بله، از جمله اگر آثار تاریخی شما بگوییم، یک کندنکاری بوده که دو مجسمه طلا که یک زن و یک مرد بودن در زمان حاکمیت طالبان بودن. بله. که در منطقه تخت جمشید سجاوند لوگر صورت گرفته، اما متاسفانه به صورت قاچاق در دیگر مناطقی صورت گرفته. بله، و آثار تاریخی دیگری هم داشته که گفتیم سبب جنگ های داخلی که در کشور ما رخ داده اونا هم نابود شدن. بله، همچنان اگر ما بخوایم نام ببریم 15 مجسمه مثل اینا که از طلا، گچ و نقره ساخته شده بوده و به شکل غیر قانونی کندن کاری شده بوده. بله، و حالا میریم طرف مشاهیر ولایت لوگر. بله. که چه کسایی رو ولایت لوگر داشته با خود. بله، از جمله که غزل جون خودت گفتی ولایت لوگر از جمله مناطق تاریخی. بله. بوده، منطقه تاریخی زیاد داشته. از همین لحاظ پس افرادی که اونجا شخصیت های مهمی باشه، از مثلا کسایی بودن که حتی اونجا به دنیا آمدن. بله. و تونسته که برای ولایت خود افتخار زیادی بگیرن. اگر ما نام ببریم، از جمله مولانا یعقوب چرخی، قاضی امین‌الله لوگری، علامه فیضانی، بهایی جان آقا، محمد جان خان محمد آقی، بایزید روخان و همچون شخصیت های دیگر که البته ما یک چند تاشو به عنوان نمونه برای شما نام بردیم. بله، و اگه بخوایم نام بیشتری کسایی را که در تاریخ ولایت لوگر نه تنها بلکه در کل باعث نام‌آوری ولایت لوگر و همچنین کشور از افغانستان شده، شامل اشخاصی مثل دکتر اشرف غنی احمدزی، استاد نصرالله استانکزی و محمد معصوم استانکزی و مولوی محمد نبی محمدی، دکتر فضل‌الله مجددی می باشد. بله، که اولین نامی که غزل جان بردی دکتر اشرف غنی احمدزی که رئیس جمهور ما هست، پس در صورتی میتونه یک افتخار برای ما باشه که از ولایت لوگر، حتی برای باشندگان ولایت لوگر این میتونه خودش یک افتخار باشه که از ولایتشون یک شخصی به نام دکتر اشرف غنی احمدزی تونسته رئیس جمهور افغانستان شد. بله، پس دوستای ما که در ولایت لوگر زندگی میکنن و برنامه خودشان از اونجا هم تماشا میکنن، براشون باید بگیم که سعی کنین وقتی که ولایت شما اینقدر مشاهیر بزرگی. بله. داره، پس اگه شما هم تلاش بکنین 100% به جاهای خیلی بالایی میرسید. بله، این دوستان و زینم، این اشخاصی که ما نام میبریم، این شخصیت های مهم میتونه برای ما یک نوع الگو باشه که اگر ما میخوایم یک شخصی باشیم که همه ما رو بشناسن یا بتونیم یک نفری باشیم که دیگران از ما چیز خوبی یاد بگیرن، در صورت حتما بتونیم اینا رو این بزرگواران الگوی خود قرار بدیم. بله، آمدیم و آمدیم تا که رسیدیم بر رسانه های ولایت لوگر. بله، که در ولایت لوگر علاوه بر رسانه های دولتی، در حدود 13 رسانه شخصی و مستقل هم وجود داره. بله، که از رادیوهایش میتونیم بگیم رادیوهای زینت، استقلال، اتفاق، ملی پیغام، سرک، رادیوهای ملی و تلویزیون ملی در اونجا فعال میباشه. بله، و یک سری مجلات هم وجود داره، از جمله صدای جوانان، المپیک، مجله ماهانه اتحادیه جوانان و مجله ورزشکار هم چاپ شده. بله، پس فکر میکنم که شبکه هایی که در کابل دوستای ما دیدن میتونن در ولایت لوگر هم دیدن میتونن. پس امیدوارم که دوستای ما ببینن، ولی خود بسیار با تلویزیون اینا مصروف نیست. بله، پس یک سلام مخصوص بتن به اون. بله. کسایی که در ولایت لوگر زندگی میکنن و باشنده ولایت لوگر هستن، انشاءالله که اونا هم خوب و سرحال باشن. انشاءالله. پس بریم آن طرف معارف ولایت لوگر. بله. میگیم که در ولایت لوگر حدود 259 تا مکتب وجود داره که 67 تای لیسه، 73 تای او متوسطه و متباقی او مکتب ابتدایی هم میباشه. بله، و بر علاوه 259 مکتبی که غزل جان بر ما گفت، 19 تا مراکز دینی دارن که اگر کسایی که علاقه مندی باشن که مثلا طبق او خواسته خودشان و علاقه خودشان بتونن پیشرفت بکنن، میتونن از این مراکز تعلیمی استفاده بکنن. بله، و بر علاوه اینا در بخش معارف سلسله تکنیکی و مسلکی در ولایت لوگر نیز فعالیت میکنن. بله، خب دوستان عزیزم، در مورد صنعتش بسیار کوتاهی را بگویم که ولایت لوگر در بخش صنعت فعالیت های خاصی نداشته. بله. اما کارهای بسیار خردی دیگه، از جمله مثلا فابریک های خردی هم در اونجا وجود داشته، اما زیاد پیشرفتی نکرده. بله، دوست عزیز ما، اگه در یادتان مانده باشه، ما گفتیم ولایت لوگر بند و آب‌بندهای بسیار بزرگی داره. بله. و بسیار، پس از جایی که ما میتونیم ببینیم که بند آب‌های زیادی در اونجا موقعیت داره، پس اونجا بسیار سرسبز هم هست. پس وقتی که یک جای سرسبز باشه، بیشتر مردمش در زراعت هم رو میاره. و بله. همین قسمه است که بیشتر مردمی که در ولایت لوگر زندگی میکنن، یعنی 80% مصروف زراعت میباشه. بله، که از جمله اگر ما بخوایم یک سری از محصولات زراعتیشون رو نام ببریم، همه ساله هزاران تن گندم، جوار، لوبیا، جو و سبزیجات مختلف کاشته میشه و همچنان اینکه در ولایت کابل، پکتیا و خوست فرستادن میشن. بله، گفتیم این سبزیجات هم در ولایت
لوگر کاشت میشن و از اونجا صادر میشن به حتی دیگه کشورها و حتی دیگه ولایت‌ها. میتونیم بگیم که فرستاده میشن. و اینکه همین محصولات چی زراعتی بگیم، اینا در حدود 51500 جریب زمین آبی و 34300 جریب للمی در اونجا کشت میشن. بله. و اما اگر میوه‌جات مختلفی که نام ببریم ازشون، به نام سیب، انگور، زردالو و بادام هم تولید میشه. بله. و اونجا نهالای بسیار مقبولی هم داره. بله، چون که زمین های زراعتی زیادی داره، پس در صورت مردم میتونن برای راحتی از زمین های زراعتی استفاده بکنن و از جمله محصولات زراعتیشون که برای شما نام بردی، و امیدوارم که انشالله بتونن اقتصادشون هم از همین راه تامین شود. بله. و حالا میرسیم به قسمتی که فکر میکنم بیشتر دوستای ما قسمت دوست دارن. بله. دیگه قسمتاش هم دوست دارن. ولی وقتی که میرسیم به قسمت ورزش و یا بازی های هر ولایت، بیشتر خوشحال میشن و بیشتر گوش میکنن. بله. در ولایت لوگر بر علاوه ولایت های دیگه، بازی های عنعنوی و بازی های قدیمی هم وجود داشته. از جمله مثلا بزکشی که ما نام ببریم، در هر ولایتی جز رسم و رواج ها بوده که مثلا در مراسم بزرگ هم اینا را برگزار میکردن و همچنین که بازی میکردن که یکنم ورزش هم بوده میتونن. بله. ولی با وجود گفتن همچنین که بازی ها و ورزش هایی که در این زمانه وجود داره در ولایت لوگر نمی باشه، بلکه بازی های مثل فوتبال، والیبال، کرکت، بوکس، تکواندو، وشو، کانگفو، بوکسینگ و شطرنج هم در ولایت لوگر وجود داره و بیشتر مردم بازی میکنن. بله. که در همین بازی های عصری که در اونجا وجود داره و مروج هست، تونستن که ده ها کلاب به وجود بیارن تا مردم بتونن که به خاطر ازی که بدنشون صحتمند باشه، بتونن از این ورزش ها استفاده بکنن. بله. و از جمله بازی هایی که بخوایم نام ببریم، بازی های کشتی و دوش هم شامل بازی های عنعنوی ولایت لوگر میتونیم حساب بشه. بله. و این بود معرفی درباره ولایت لوگر که ما امروز بر دوستای ما انجام دادیم. بله. ولی امیدوارم اگه دوستای ما میخواین بیشتر درباره ولایت لوگر بفهمن، مطالعهشون رو بالا برن، سطح مطالعهشون رو بالا ببرن. دقیقاً. دوستای نازنینم، خیلی خوب است در کشوری که ما زندگی میکنیم بتونیم درباره ولایت ها و شهرهای و افغان عربت شهرهای همون کشور بتونیم معلومات جمع بکنیم.